دیگه حال ما تو یک قدرت ضعیف و دست نشانده کس نیستیم که ما به هر کس امیتو آرام بشینیم. ما امارت اسلامی یک قدرت جهانی است، یک قدرت است که با امریکا و متحدینش خود به حساب رقیب قرار داده. نه باید تو کشورکای خرد و ریزه 20 سال در کوها و مغاره ها زندگی کردن، با نان خشک زندگی کردن، امروز اینا را مجبور به این نسازه که باز هم دوباره جنگ کنن. ما را بانن به حالت خود. ما باید از کفر بازی نخوریم. ما در کشورها و دارالکفر نرویم. کسایی که در دارالکفر رفتن اونا هم پس دوباره بیاین به دارالاسلام و این یه بهترین زمینه زندگی برشان مساعد میشن. تجارایی که رفتن، مردمای عامی که رفتن، تقاضای ما این است که امروز وقت است، دیگر روز خودشان پشیمان میشن. در طول 6 ماهی که از عمر حکومت اسلامی، امارت اسلامی گذشت، ما 3 درگیری با 3 کشور همسایه خود داشتیم، از جمله ایران، باز ازبکستان و با تعقیبش فعلا پاکستان. در حکومت قبلی به این شکل نبود. حتی گفته می شد یکی از خاطرات خود قصه می کردن بعضی ها می گفت یک زمان در ولایت هرات یک تیاره ناشناس داخل شده بود، باز اما مسئولین میدان هوایی به مرکز راپور داده بودن که این تو یک تیاره ناشناس داخل شده، ما چی کنیم؟ باز 6 ماه بعد جوابش آمده بود که تیاره را بزنن. به این ترتیب بوده. ولی در حال حاضر ما 3 درگیری با 3 کشور همسایه خود داشتیم. علت از این چی بوده و چرا امارت خواسته که با این 3 کشور درگیری کنه؟ ببینین، خیلی خوب سوال مطرح کردین. حکومت پیشین ما متاسفانه بگیم کل مشکل همون حکومت مانده که امروز کلگی سر ما کلان کار شده. به اندازه که از خود امی خط فرضی دیورن پاکستانی ها به خاک افغانستان تجاوز کرده و پیش آمده رفته، این در وقت امو حکومت بوده. طرف ایران امی سرحدات ما که در خاک افغانستان داخل شده، این در وقت امو حکومت بوده که در فکری گپا کس نبوده. به هزارها جریب خاک ما با وجودی که امی خط فرضی بوده، از او هم داخل عبور کردن به خاک افغانستان. و یک مان گپ تاجکستان، مداخله واضح سخنای امو رهبر تاجکستان رئیس جمهورشان که یک اخطار واری را به ملت افغانستان داده بود، مداخله واضح بر افغانستان بود. ایرانی ها هم دمی آخر همی تو یک گپایی که مداخله در امور داخلی افغانستان بود و همچنان پاکستان هم حتی خود نماینده به حساب دولت افغانستان جلوه می تده، بعض جای به خودتان بهتر معلوم است. مشکلات از افغان ها و حکومت اسلامی افغانستان نیست. این مشکلات هر کس که قضاوت کنه بالای پاکستان مندازه، بالای ایران مندازه. دیگه حال ما تو یک قدرت ضعیف و دست نشانده کس نیستیم که ما به هر کس امیتو آرام بشینیم. ما امارت اسلامی یک قدرت جهانی است، یک قدرت است که با امریکا و متحدینش خود به حساب رقیب قرار داده. نه باید تو کشورکای خرد و ریزه. و الحمدلله امو تو یک زور و قدرت الله متعال نصیبی از اینا کرده، چرا که اینا خود تسلیم به قوانین الله کرده. بدون شک الله متعال یک گروه خرد را وقتی که او به الله تسلیم باشه، او را بالای گروه های کلان موفق و کامیاب می سازه. یک مثال واضحش خود امارت اسلامی در مقابل می کشورهای خارجی بود که پلان هایی را که بر افغانستان داشتن کلش محو شد و نابود شد، خودشان رفت. امروز اونا را خیلی زور داده. نظر به این آیت قرآنی که کفار میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. یعنی میگه کفار انفاق و پیسه خود مفت نداده بودن. ببینین آیات قرآن پیش از پیش، ينفقون اموالهم، مال خود مصرف کردن تا که ما را از راه الله باز دارن. فسینفقونها،
اینا زود است که انفاق کنن خیلی زیاد. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بعد از او ببینین حسرت میخوره و بعد از او مغلوب هم میشه. این وعده الله است. امارات اسلامی نظر به نظام و حکومت خود که داره انشاءالله دنیای کسی که بالای هر مسلمان ظلم کنه حتی اقل چیزی که در وسط توانش باشه او را انجام میده و با این سه مملکت هم حق و حقوق ما رضای کرده. ما از اونا خواهان هستیم که کته ملت مظلوم ما و به خود مجاهدین ما که سالها جنگ و جنجال تیر کردن، 20 سال در کوها و مغاره ها زندگی کردن، با نان خشک زندگی کردن، امروز اینا را مجبور به این نسازه که باز هم دوباره جنگ کنن. ما را بانن به حالت خود که تا ما بتانیم وطن خود آرام کنیم، وطن خود به حساب در بخش ترقی و انکشافشون کار کردن. یک جان تشکر جناب قاری صاحب. ما از قاری صاحب شاید هفته یک بار، اگر نشد ما یک بار حتما دیدن میکنیم، سوالات خاطر ازشان داشته میباشیم در موارد مختلف. سوال ها خیلی باقی مانده اما وقت برنامه ما و فرصتی را تقاضا نمیکنه که ما سوالات مطرح بکنیم، اما به مقابل هم یار زنده و صحبت باقی. در آخر اگر پیام باقی مانده کمره ما و دوربین ما در خدمت شماست. تشکر از شما هم که آمدین و می یک اندازه درد دل ما را با ملت شریک ساختیم تا که ملت ما هم دیگه هم یک ملت واحد شود. پیام ما به تمام ملت ما این است که الله متعال گفته این هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فعبدون. به تحقیق تمام از امت یک امت واحد است. ما یک امت واحد هستیم. ما باید به منافع عالی خود کار کنیم. ما باید کوشش کنیم هر چیز داریم. الله متعال زمینی را که به مسلمان ها سرزمینی را که داده او از هر چیز غنی است. ما باید از کفر بازی نخوریم. ما در کشورها و دارالکفر نرویم. کسایی که در دارالکفر رفتن اونا هم پس دوباره بیاین به دارالاسلام و این بهترین زمینه زندگی برشان مساعد میشن. تجارایی که رفتن، مردمای عامی که رفتن، تقاضای ما این است که امروز وقت است دیگر روز خودشان پشیمان میشن و ایتو روز را پیدا نمیکنن چرا ما هم روز پیش نرفتیم. چون امروز برنامه ها به تمام جوان ها است برای از اینها. ما باید یعنی سیستم جور کنیم که اینا را هر بخشش هم مصروف کنیم و به منتو سالها در زندگی خود و در کار و امرار معاشات خود مصروف باشند. سلامت باشید. بعضی اوقات گفته می شد که در امارات اسلامی تنها به اصطلاح برادرایی که تجارب علوم دینی ندارن، یعنی تحصیلات تنها در مورد علوم دینی داشتن، به اصطلاح ملاها هستن، اما قسمی که در کنار ما شما میبینین به می شکل انجینیرها و دکترها هم در امارات اسلامی سهم خود دارن و ما هم منعیس جوانای از کشور در قبال وطن و در قبال کشور خود باید وظایف خود انجام بدیم. تا دیدار بعد، الله نگهدار.